علی‌رغم این که ما وارد یک جنگ شدیم و یک فشار سخت، توسعه کشور رو هیچ وقت ما رها نکردیم. قاعدتاً یک کشوری که وارد جنگ میشه دیگه مسیر توسعه رو رها میکنه، میپردازه به زندگی عادی مردم. اگر ما 3.5 میلیارد دلار برای یک پالایشگاه فقط سرمایه گذاری کردیم، پالایشگاه بیت بلند 3.5 میلیارد ما سرمایه گذاری براش کردیم، برای یک پالایشگاه 3.5 میلیارد سرمایه گذاری کردیم برای اینکه فلرها و گازهایی که تو هوا میسوزه بتونیم جمع بکنیم و استفاده بکنیم. خب این کار عظیم و بزرگ بود. ما توی این شرایط بسیار سخت و مشکل، آمار و ارقام ما نشون میده که در سدسازی، در تصفیه خانه آب، در تصفیه خانه فاضلاب، در رسوندن آب به روستاها، این دیگه ادعا نیست که من بخوام ادعا بکنم، آمار و ارقام وجود داره، شما میتونید مقایسه بکنید که روستاییان عزیز ما سال 92 از آب آشامیدنی سالم و پایدار چند نفر استفاده میکردن؟ حدود 1 میلیونی، یه مقدار کمتر از 1 میلیون. الان چقدر استفاده میکنن؟ 10 میلیون. خب این 10 برابر شده. حرکتی که شروع شده، ما تعداد سدهایی که ساختیم، آمارش روشنه چند تا سد ساختیم. به هر حال قبلش چقدر سد بوده، ما چی کار کردیم؟ این آمار روشنه، ما 57 تا سد تمام کردیم، سد مخزنی ملی تمام کردیم. در این که در بنزین ما خود کفا شدیم، در این دولت در اینم تردیده. خب در بنزین خودکفا هستیم، نه خودکفا هستیم، صادر میکنیم بنزین رو. ما بنزین وارد نمیکنیم، ما مجبور نیستیم از پتروشیمی بنزین بگیریم که همه مردم سلامتشون رو به خطر بندازیم. ما به خاطر سلامت ما مردم، ما به خاطر خودکفایی آمدیم پالایشگاه عظیمی رو به افتتاح رساندیم، تکمیل کردیم. یه پالایشگاهی که 18% 19% کار انجام گرفته بوده، تو این دولت تو این شرایط سخت ما به اتمام رسوندیم، تمام کردیم. اینا که آشکار روشن، جای تردید نیست. پس ما توسعه رو رها نکردیم.